بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، طی اظهاراتی گفت سالانه 700 نفر از کارگران در حوادث ناشی از کار فوت می کنند که ضایعه بزرگی برای جامعه است. بیفزود تلاش داریم تا با بازرسی و نظارت بازرسین و مسئولین HSE واحدهای تولیدی و کمیته‌های حفاظتی ایمنی و حفاظت فنی را در سطح واحدهای تولیدی لحاظ کنیم و ارتقا دهیم و تلاش داریم تا حق و حقوق کارگرانی که به صورت 20 سال متوالی در معادن بودند را به عنوان سخت و زیان‌آور لحاظ کنیم و بازنشسته شوند. مقام‌ها در ارمنستان می‌گویند که شمار جانباختگان انفجار در یک ذخیره‌گاه مواد سوخت در جاده استپانکرت واقع در مرکز قره‌باغ کوهستانی به 67 تن رسیده است. الجزیره سه‌شنبه شب 4 مهر این آمار را به نقل از وزارت بهداشت ارمنستان گزارش داده است. این وزارت در بیانیه اعلام کرده است که احتمالاً شمار جانباختگان به دلیل شدت جراحات زخمی‌ها افزایش یابد. پیشتر منابع شمار قربانیان این رویداد را 20 کشته و 300 زخمی اعلام کردند. هلال احمر عراق از افزایش شمار کشته شدگان و مصدومان آتش سوزی مهیب در یک مراسم عروسی در استان نینوا به بیش از 450 نفر از جمله 114 کشته خبر داده است. رسانه‌های عراقی پیش از این اعلام کرده بودند که دست کم 100 تن در این آتش سوزی کشته و بیش از 150 تن دیگر نیز مصدوم شدند. این آتش سوزی شامگاه سه‌شنبه 4 مهر در یک مراسم عروسی در منطقه الهمدانیه در استان نینوا رخ داده است.